مسیحیت صهیونیستی، مسیحیت پیوریتانی، اینها برخلاف بقیه مسیحیان معتقد بودن آقا تنها راه رستگاری خدمت به یهوده. خود مارتین لوتر که در واقع پروتستانتیسم رو راه میندازه و مسیحیت پروتستانی رو میسازه، از اعتراض میاد دیگه، یعنی اعتراض به دو کلیسای قبلی، کلیسای ارتدوکس و کلیسای کاتولیک. به مارتین لوتر میگفتش که یهودی‌ها و مسیحی‌ها بسیار از هم دورن و دائم دارن با هم می‌جنگن. من اگر یه مذهب این وسط بسازم، خب، که یک ظرفی از مسیحیت باشه که یهودیان رو تو اون جا بده، باعث میشه یهودی‌ها هم بیان مسیحی شن و این دعوا تموم بشه. در واقع یه سری پوان میدم، یه سری باج میدم، یعنی یه مذاکره، مثلا چند قدم من میام جلو، منتها کاملا عکس عمل کرد. یعنی مسیحیت به یهودیت شبیه شد، نه اینکه یهودیت به مسیحیت شبیه بشه. یهودیت سر جای خودش محکم ایستاد. چه مثلا فکر کنم مارتین لوتر چه عبارتی استفاده میکنه؟ مارتین لوتر میگه، عبارتی که خودش در کتاب مسیح یهودی استفاده میکنه، میگه ما سگان، بله، میگه به سان سگانی که بر خان رحمت یهودیان نشستن. بعد این منجر، این پروتستانتیسم منجر شد به پیوریتانیزم که عرض کردم جنبش پرهیزگاران. اینا در انگلستان انقلاب میکنن، در واقع یک جریانی درست میکنن، همین قشرن کوچ میکنن میان ایالات متحده. برای همین جالبه، لئونارد یاسن میگه هنگامی که مهاجران اولیه پروتستانی به آمریکا میگه رسیدن، آمریکا را اورشلیم جدید یا کنعان جدید تلقی و خود را به عبرانیان قدیم تشبیه کردن که از ظلم و ستم فرعون، منظورش هم فرعون اینجا کیه؟ رسما لئونارد یاسن میگه جیمز اول پادشاه انگلستان از مصر داخل پرانتز انگلستان فرار کرده و به دنبال سرزمین موعود جدید راه افتادند. این گونه بود که تعقیب و قتل و کشتار سرخپوستان در دنیای جدید توسط مهاجران پروتستان پیوریتانی پرهیزگاران دقیقاً به تعقیب و قتل و کشتار کنعانی‌های فلسطینی توسط عبرانی‌های قدیم تشبیه شد. پیوریتان‌ها بر اساس اینکه سرخپوستان همان کنعانی‌های فلسطینی هستند، آنها را به بدترین شکل ممکن به قتل رساندند و به دنیایی بدون سرخپوستان فکر می‌کردند، به سان عبرانی‌هایی که به دنیای بدون کنعانی‌ها فکر می‌کنند. امریکایی که نام سرزمین موعود صهیون، نیو اسرائیل، اسرائیل جدید، سرزمین کنعان و نام‌های دیگری را که در اشعار قدیم عهد عتیق بر فلسطین گذاشته بود به خود گرفت. یعنی آمریکا ارض موعوده. همین الان شما نگاه می‌کنید، می‌بینید از جمعیت 14-15 میلیونی یهودیان، حالا کمتر بیشتر هم میگن، نصف اینا در رژیم صهیونیست هستن، نصف دیگه در آمریکا. یعنی خودشون یهودیان دونستان که وارد سرزمین موعود شدن. سرزمین موعود دست کیا بوده؟ فلسطینی‌ها. و کتاب یوشع میگه قتل عام کردن این فلسطینی‌ها رو، درست شد؟ بر همین مبنا ما مجوز شرعی داریم سرخپوستا رو تکه تکه کنیم. برید شما اسنادی که اینا دانشگاه ییل آمریکا اسنادش در اختیار قرار داده، بلاهایی که سر سرخپوستا آوردن، بلاهایی، یه بچه کوچه که 4-5 ساله میدیدیم که پوست سرشو کنده بودن، حالا اینا میان وارد آمریکا میشن. و نکته جالب اینجاست که اینا به شدت متاثر از یهودن، به جای اینکه اسمهای مبتنی بر عهد جدید بذارن، اسما رو عهد عتیقی میذارن. یعنی اینا رسما یه سری مسیحیایین که عین یهودیا فکر میکنن و یهودیت هدف اصلیه، آقاشون، ولیشون در واقع یهودیای صهیونیستن. خب اصلا اینا امریکا رو ساختن، مهاجران اولیه. اولین کتابی که در امریکا به چاپ میرسه سرودهای داووده، مزامیر داوود، 1640 منتشر میشه. دومین کتاب، کتاب نحو زبان عبریه. یعنی شما صرف و نحو زبان عربی مگر برای مسلمان لازم نیست؟ آموزش نحو گذاشتن. احسن، برای دانشگاه هاروارد، زبان ابتدایی که شما می‌خواستی وارد دانشگاه هاروارد بشی زبان عبری بوده. 1636 تاریخ امریکا نقل می‌کنه رو. آیا مردم اینو میدونن راجع به بنیان‌های امریکا، ایالات متحده امریکا؟ این جریان پیوریتن حالا در امریکا آرام آرام قدرت می‌گیره، میاد جلو. و خیلی از حرفا، خیلی از اتفاقات امریکا، خیلی از شهرها رو همین حساب گذاشته شده. خدمت شما عرض بکنم این دی سی که انتهای واشنگتن دی سی رو استفاده میکنن، دیوید کپیتال، آره، با عنوان خودشون اینا میگفتن ما اینو گذاشتیم دی سی رو آف کلمبیا، منطقه کلمبیا. حالا کلمبیا یکی از اون نمادهای اینا الهه چه بوده، میگه برای چی اون الهه به چه درد اینجا میخوره. بعد اینا میخندیدن تو کتاباشو مینویسن، میگن که ما هدفمون دیوید کپیتال، این پایتخت داووده، برای اینا اینطور گفتیم.